روز چهارشنبه 18 اکتبر برابر با 26 مهر ماه دانشگاه موناش در شهر ملبورن میزبان نشستی بود با موضوع دیپلماسی گروگانگیری و نقض حقوق بشر در ایران. در این نشست که شماری از علاقمندان به موضوع حقوق بشر در آن حضور داشتند، دکتر کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که 804 روز در زندانهای جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده بود، به همراه دو مهمان دیگر در این نشست به گفتگو پیرامون نقض حقوق بشر در ایران و همچنین دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی که شهروندان دو تابعیتی و خارجی را تهدید می‌کند پرداختند. These remarkable students at Melbourne's Monash University have put together this panel discussion. این دانشجویان برجسته در دانشگاه موناش ملبورن این میزگرد را در مورد دیپلماسی گروگانگیری و مجازات اعدام و وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی در ایران گرد هم آوردند و مشخصا از افرادی مانند دکتر احمد رضا جلالی یاد می‌کنند که در انتظار اعدام است. آنها می‌خواهند وضعیت اسف بار برخی از این زندانیان سیاسی را به آگاهی عموم برسانند و همچنین در مورد سیاست‌ها و تأثیری که ما اینجا در استرالیا و دولت استرالیا می‌توانیم بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشیم به طور گسترده‌تر بحث کنند. Government can have on the human rights situation in Iran. این برنامه توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه موناش در شهر ملبورن استرالیا که علاقمند به موضوع نقض حقوق بشر در ایران و همچنین افزایش آگاهی در مورد آزادی عمل در حوزه تحصیلات دانشگاهی هستند برگزار شد. این پنل در دانشگاه موناش یک رویداد برای گروه دانشجویان ما بود تا دور هم جمع شیم و واقعا می‌خواستیم در شرایط جاری تغییر ایجاد کنیم و درباره موضوع چالش برانگیز دیپلماسی گروگانگیری و نقض حقوق بشر در ایران بحث کنیم. در حاشیه این نشست برگزار کنندگان مراسم نمادهایی از جنبش زن زندگی آزادی از جمله تصویر مهسا ژینا امینی را برای بازدید حاضرین به نمایش گذاشتند تا بدین طریق از فرصت برگزاری چنین نشستی استفاده کرده و نشان دهند که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از 44 سال گذشته از گروگانگیری دو تابعیتی‌ها و شهروندان خارجی گرفته تا سرکوب و آزار و اذیت و قتل شهروندان بیگناه ایران همچنان ادامه داشته و اکنون زمان ایستادگی قاطع جامعه بین المللی در برابر جمهوری اسلامی است.